رونق باغداری در مازندران. شاخه های درختان پرتقال و نارنگی در باغات مرکبات سالی پربار رو برای کشاورزان شمالی نوید میده. آب و هوای مناسب و استفاده از شیوه های نوین کشاورزی باعث شده امسال باغداران محصول بیشتر و با کیفیت بهتر روانه بازار کنند. البته در کنار توزیع کار ذخیره سازی پرتقال هم در سردخانه ها انجام میشه. یک سطح زیر کشت 114 هزار هکتاری و یک تولید 2,200,000 تنی، یعنی مازندران قطب تولید مرکبات کشوره. بعد از برداشت نارنگی حالا نوبت به برداشت پرتقال رسیده، اونم از 85 هزار هکتار باغات استان ما. خدا رو شکر محصول مرکبات خیلی خوبه، محصول مرکبات از کیفیت بالایی برخورداره. پرباری خیلی خوب هست، محصول خیلی خوب هست. محصول چطوره؟ امسال چشم هر چی کار میکنه، ماشاءالله رو درخت پرتقاله. 5000 متر باغ پرتقال دارم، درختاشم که 5 ساله است، حدودا 1.5 تن برداشت کردم امسال. درختای 12 سالمون پرباره، بعد حدود 3.5 تن برداشت شدیم و در هکتار. کارشناسان بخش کشاورزی پیش بینی کردن امسال 1,300,000 تن پرتقال از باغات استان برداشت بشه که این رقم 25% بیشتر از پارساله. با توجه به اینکه هم شرایط جوی خیلی خوب بود، هم وضعیت باغداری استان خیلی خوب بود، تولید محصول ما امسال افزایش چشمگیری داشت. هم برای بازار هست، هم برای ذخیره سازی هست این پرتقال، هم برای ارزم بودش صادرات اتفاق بیفته. جدا از شرایط جوی، استفاده از شیوه های نوین باغداری هم در افزایش تولید موثر بوده. زمان گلفشانی بار ما آبیاری قطری انجام دادیم، همچنین از کودهایی که کارشناسان تایید کرده ما استفاده کردیم. همین باعث شد که از میزان تولید 50 تن به 100 تن رسیدیم. ما در استان مازندران بیش از 200,000 تن توان ذخیره سازی هم تعاونی ها هم بخش خصوصی دارن. فلسفه ذخیره سازی برای کشور این اهمیت رو داره که ما از واردات بتونیم جلوگیری کنیم به خاطر میزان تولیدمون. واحدهای سورتینگ یکی دیگه از زنجیره صنایع تبدیلی بخش مرکباته. اهمیت سورتینگ کردن در اینه که ما وقتی بارامون رو به صورت سورتینگ می‌کنیم، یعنی صنعتیش می‌کنیم، ما بارایی که آفت زده باشه قالبشون به بازار نخونه، این بارا رو ازش می‌کشیم و بار با واکس نگهدارنده به بازار ارائه میدیم که موجب این میشه که کیفیت بار در باری که به بازار ارائه میره هیچ بار موردداری نباشه. برداشت پرتقال در سطح باغات استان تا یک ماه دیگه ادامه داره.